آقای عطابکی، بعضیا گفتن که علی خامنه ای با انتخابات برخورد ابزاری میکنه و با این حرفش علاوه بر نتیجه رفراندوم فروردین سال 58 دموکراسی و جمهوریت رو هم زیر سوال برده. من میخوام نظر شما رو در این باره بدونم. ببینید خانم وحیدی‌راد، من اجازه بدید که من با مشروطه شروع کردم. بله. ادامه بدم، یک نکته دیگه ای بگم که آنچه که انقلاب مشروطه داشت در حقیقت سیاست مستبد و دیانت شریعت زده رو در حقیقت کنار گذاشت. با انقلاب 1357 ما سیاست مستبد و دیانت شریعت زده توامان برگشتند. بنابراین تمام جمهوری اسلامی نه بر اساس در حقیقت آراء حقوق مردم، آراء مردم، انتخاب مردم، بلکه بر اساس مصلحتی بنا شده. این حکومت حکومت مصلحتگرا و مصلحت بنیادی، مصلحتی بنا شده که در حقیقت منشأش قدرت ولی فقیه. اجازه بدید من فقط اشاره کنم که مصباح یزدی اشاره‌ای داشت با استناد به سخن آیت الله خمینی و گفت اگر حکومتی با رأی تمام مردم سر کار بیاید ولی از جانب ولی فقیه منصوب نشده باشد، این حکومت حکومت طاغوت است. یعنی مهم نیست که مردم چی میخوان، قانون اساسی اختیارات بسیار بسیار زیادی به ولی فقیه سپرده. همینجا من باید به درستی و به صراحه اشاره کنم که آیت الله خامنه ای بیشترین، شاید از تمام این بضاعت ها در مستتر در قانون اساسی استفاده نمی کنه. اگر استفاده کنه که واویلاتر از حالا هم هستش. یعنی انقدر این قانون اساسی امکانات و توانمندی های بیشماری به ولی فقیه داده که در حقیقت مردم در حاشیه قرار گرفتن و همون جوری که من پیشتر اشاره کردم وقعی نمیذاره حکومت به آرای مردم. اگر هم دیدیم جا به جا در تاریخ 44 ساله روی کردی داشته به مردم، فقط و فقط مصلحت بوده. مصلحت هایی که حالا به دلایل روابط بین الملل، به دلایل داخلی مجبور بوده که رعایت کنه.